در حالی که قرار است مسابقات المپیک آینده جوانان در چین برگزار شود، مسابقات امسال المپیک با ماه رمضان مصادف گردیده است. تاثیر تمرینات ورزشی پی در پی و سنگین و گرفتن روزه این انجامان، موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از لندن است. محترم دکتر میرویس احمدزی از استودیوی صدای آمریکا در لندن با ما هستند. آقای احمدزی، با سلام و ممنون از حضورتان در برنامه. در حالی که مسابقات المپیک امسال مصادف شده با ماه رمضان و بیشتر ورزشکاران مسلمان روزه هم میگیرن، فکر میکنین نخوردن غذا و آب میتونه روی صحت و سلامتی آنها این تمرینات و ورزش تاثیر بد بگذاره؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما لینا جان و همکاران شما و بیننده های محترم تلویزیون آشنا. واقعا المپیک امسال مصادف است با ماه مبارک رمضان و خصوصا به او کشورها، ورزشکاران و کشورهایی که و مسلمان هستند، بعض مشکلات خلق میکنه، چون برای یک ورزشکار قبل از مسابقه و یا در جریان مسابقه و یا یک روز قبل از مسابقه ضرور است که او مایعات و الکترولیت های وجود خود پوره بسازه، چون در جریان مسابقه بعضا معمول است که عرق میکنه، یعنی باید هایدریت باشه، جلوگیری از دیهایدریشن یا هایت اگزیستن که امو جلزدگی میباشه، خصوصا ورزش هایی که در فضای آزاد بازی میشه باید جلوگیری صورت بگیرم. ولی در پلوی ازی دین اسلام، چون دین مکمل است و در مورد جزئیات آن حکمت های نهفته است، در پلوی ازو چون ماه رمضان یکی از پنج بنای اسلام است، لذا ورزشکارا ضرور هستند که مایات و انرژی که ضرورت دارند در جریان مسابقه و یا قبل از مسابقه باید بگیرند. بله، خب ورزشکاران، همه ورزشکارا در المپیک من جمله گروه ورزشی افغان، برای چند ماه قبل از این مسابقات آمادگی می گرفتن، تمرینات شاقه داشتن. به نظر شما کدام نکات صحی را باید این گروه در حفظ صحت خود هین انجام این ورزش های شاقه رعایت کنن و ای را مد نظر بگیرن؟ تشکر لینا جان. بعضی معیارات بین المللی است که با باید در نظر بگیره و این مربوط میشه به رشته ورزشی. بعضی ورزش هاست که به طور گروپی صورت میگیره و بعضی ورزش هاست که به صورت پارتنر یا حریف و بعضی ورزش هاست که به صورت انفرادی صورت میگیره. بعضی نکاتی هست قبل از اینکه ورزشکار داخل مسابقه، داخل رنگ مسابقه و یا مسابقه گروپی میشه، باید چکاپ شوه، یعنی فیزیکال استرس و سایکوتیک استرس از او دیده شوه که مشکلات فیزیکی از قبیل تکلیفات قلبی و یا سایکوتیک استرس که شامل تشوشات روانی، عصبی و هیجانات می باشد، باید او رفع شوه. بله. و در پالوی از او وسایل مسئولیتی است که باید او در نظر گرفته شوه. به طور مثال نزد بوکسران، کسی که ورزش بوکس میکنن، باید آنها ماوت گارد که حفاظت کننده دهن، جوف دهن و دندان هایشان است استفاده کنند برای حفاظت جوف دهن و دندان هاست. ولی بعض چیزهای دیگر است، مانند گاگل است که حفاظت چشم است، هلمت که قبلا گفتیم کلا است که در بعضی بازی ها مانند رگبی و بایسیکل کرانی استفاده میشه. بله، چه نوع کمک های اولیه باید آقای احمدزی در صورت صدمه شدید به ورزشکاران فراهم شود سریعا برشان؟ بعضی معیارات بین المللی است که فعلا از او استفاده میشه. ترینر و یا گروپ تیم صحی که با یک تیم ورزشی همراه می باشه، بله، با خود بکس کمک های اولا می داشته باشه. ولی بعضی معیارات می باشه مانند نایسیر. نایسیر اصطلاح است که نون انش عبارت از ناون استریویدل، مانند بعضی پنکلرا، مانند انالجزیکا، ایبروفین می باشه و آیس یا کولتراپی می باشه که بعضا یخ بالای مناهی که صدمه دیده می گذارن و کامپریشن یا بنداج می باشه، از او هم استفاده می شه و الویشن یا بلند گرفتن ناحیه صدمه دیده. بله. و اخیرش رستراک یا بله، محدود کردن مساحه است که صدمه بله دیدم. ممنون و تشکر از شما، تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشته. موفق باشین. تشکر از شما.